مهمون امروز برنامه ثابت کرده که گرم شدن و سرد شدن هوا به طور مستقیم روی میزان شیوع بیماری کرونا تاثیر داره. اما چطور؟ آیا در شهرهای آلوده میزان سرایت بیماری کووید 19 متفاوته؟ ممنون که سوالای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی @bbc شما میفرستید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. امروز در خدمت دکتر حجی رحمانداد هستیم، استاد دانشگاه MIT. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. خیلی ممنون از شما. المیرا سوال کرده آیا گرم شدن یا سرد شدن هوا تأثیری در گسترش بیماری داره؟ نتیجه تحقیق شما و همکارانتون در این زمینه چی میگه؟ به طور خلاصه کاری که ما کردیم این بود که نگاه کردیم در روزهایی که تعداد کیسای جدید داره میره بالا و پایین و کیسای واقعی نه اونایی که داره ریپورت میشه، چون 10 روز فاصله هستش بین یه زمانی که کسی بیمار میشه تا زمانی که این گزارش میشه تو آمارهای رسمی. زمانی که واقعا افراد دارن بیمار میشن، هوا، دما و سایر خصوصیاتش، بارندگی، آلودگی، اینا چجوری بالا پایین میرفته و بر اساس نگاه کردن به ذریب همبستگی بین اینها به این نتیجه رسیدیم که بله، چندین تا از فاکتورهای جوی تاثیرگذارن روی سرعت پخش بیماری. به طور خاص دما مهمترین تاثیر رو داره، خصوصا دمای بالای حدود 25 درجه سانتیگراد باعث میشه سرعت پخش بیماری کمتر باشه. به جز اون اشعه ماورا هم تأثیر گذاره. هر درجه دما رو ببریم بالاتر از بالای 25 درجه حدود 3% سرعت پخش بیماری رو کاهش میده. دماهای زیر 25 درجه تأثیرشون خیلی کمتره، مثلا در حد 0.5% به ازای هر درجه سانتیگراد. امیر گفته من اهل جنوبم و ساکن هرمزگان. اینجا همه معتقدن در ماهای تیر و مرداد به خاطر گرمای بسیار زیاد این بیماری از بین میره. آیا تحقیق شما همچین چیزی رو نشون میده؟ ببینید، تأثیری که ما پیدا میکنیم از دما روی پخش بیماری تأثیر خیلی بزرگی نیستش. همونطور که گفتم برای هر درجه حدود 3% در چه بین زمستون و تابستون برای بیشتر جاهای توی ایران حدود بین 20% تا 35-40% تفاوت ایجاد میکنه در سرعت پخش بیماری. این سرعت پخش نکته مهمش اینه که آیا به یه حدی میرسه که به جای اینکه رشد نمایی داشته باشه شروع بکنه به افول کامل یا نه. توی بیشتر نقاطی که ما تخمین میزنیم سرعت رشد پایه بدون در نظر گرفتن فاکتورهای جوی چی هستش، اون سرعت رشد پایه نسبتاً زیاده و در نتیجه با 20% پایین آوردن اون یا 30% پایین آوردن اون شما به جایی نمیرسین که به تنهایی این کافی باشه برای اینکه بیماری رو متوقف کنه، اما میتونه کمک کنه به عنوان یه فاکتور جانبی وقتی که کاهش فعالیت‌های اجتماعی یا فاصله گذاری اجتماعی رو دنبال بکنیم، باعث میشه با اون همراهی بکنه و به طور بالقوه یه مقدار کار توقف پخش ویروس رو ساده‌تر بکنه در تابستون. پس شما تاکید میکنید اگر در جای زندگی میکنیم که هوا خیلی گرمه، قطعا به این معنی نیست که فاصله اجتماعی رو دیگه لازم نیست رعایت کنیم یا بهداشت فردی رو. بله دقیقا همینطوره و اتفاقا ما بسیار روی این موضوع تاکید میکنیم که نتایج کار ما به هیچ وجه نشون نمیده که دما یا فاکتورهای جوی به تنهایی میتونن پخش ویروس رو متوقف کنن. اتفاقا اصلا اینطور نیستش و از نظر ما این یه فاکتور ثانوی است. فاکتور اولیه توی تمام تخمین هایی هم که ما میزنیم عکس العمل های اجتماعی، فاصله گذاری، بهداشت جمعی که کمک میکنه رشد پخش ویروس متوقف بشه و این رو ما در اقصی نقاط دنیا دیدیم. ما این کار رو برای 3700 نقطه مختلف در دنیا نگاه کردیم و توش فاکتوری که بیشتر از همه پیش بینی میکنه سرعت پخش بیماری رو همین عکس العمل های افراد هستش و پایین آوردن سطح برهمکنش اجتماعی. فرناز پرسیده آلودگی هوا چه اثری بر کرونا میذاره؟ ما فاکتورهای آلودگی هوا رو هم توی معادلاتمون گنجوندیم و به طور خاص هم به ذرات معلق نگاه کردیم، هم به اوزون، هم به دیوکسید نیتروژن و گوگرد. و چیزی که به طور خاص میبینیم اینه که دیوکسید گوگرد و اوزون تاثیر نسبتاً قابل
توجهی دارن، حدود 3% مثلا هر کدومشون سرعت پخش بیماری رو بالا میبرند وقتی که حجم اینها نسبتا بالا باشه به نسبت وقتی که نسبتا پایینه. توی رنج معمولش 3-4% بالا پایین میکنن، ولی خب همونطور که گفتم تاثیر هیچ کدوم از اینا در حدی نیستش که مسئله اصلی باشه که موجب پخش بیماری میشه. علاوه بر دمای هوا، شما تاثیر بارندگی، فشار هوا و سرعت باد رو هم در نظر گرفتین در این تحقیق. نتیجه اونها چی میگه؟ یه تأثیر محدودی داره، اونم در حد 1-2% که وقتی بارندگی بالاتره به نظر میاد سرعت پخش ویروس کمی بیشتر هستش. اگه تفاوت دمای بین شب و روز بیشتر باشه توی جاهای خشکسالی و کویری تر، اونم باعث میشه کمی سرعت پخش ویروس به نظر میاد بالاتر بره. فاکتور رطوبت میتونه تا حد محدودی کاهش بده سرعت پخش ویروس رو توی معادلاتی که ما به دست آوردیم. هم فشار هوا هم باد، هر دو اینها میتونن تا حدی به پخش ویروس کمک بکنن. باز اینا هم در حد 2% هستش تاثیرشون. در نتیجه هیچ کدومشون به تنهایی خیلی فاکتور بزرگی نیستن، ولی وقتی کنار هم میذاریم شروع میکنن تاثیرگذار میشن. پس اگر یه روزی هوا سرد باشه، خشک باشه یا آلوده باشه، باید انتظار داشته باشیم که مقام‌ها هشدار بدن که امروز احتمال شیوع و سرایت بیماری کرونا از روزهای قبل بیشتره؟ ببینین، میزان تاثیرگذاری که ما تخمین میزنیم فرق بین یک روز آلوده و یک روز کمتر آلوده، همونطور که گفتم، در حد 4%، 5%، 6%. و فرق بین یک روز خیلی سرد و یک روز نسبتاً سرد حتی ممکنه کمتر باشه، چون همونطور که گفتم تاثیر دما بیشتر برای دماهای بالای 25 درجه سانتیگراده. اینا رو که درنچه ترکیب میکنیم، شاید فرق یک روز معمولی زمستانی با یک روز پر ریسک زمستانی حدود 10% 15% باشه توی سرعت پخش بیماری. اگر مسئولین بهداشتی به این نتیجه برسیدن که اون 10-15% به اندازه مهم هستش که میارزه بگن آقا مردم بیرون نیان یا کمتر بیرون بیاین، خب آره میشه ازش استفاده کرد. معادلات مربوطه رو ما ارائه میکنیم و اینا رو راحت میشه گذاشتش با دمایی که پیش بینی میشه برای فردا و شرایط جوی فردا. شما میتونین بگین بله به نظر میاد فردا روزیه که ریسک یه ذره بیشتر داریم یا ریسک یه ذره کمتر داریم. خیلی ممنون دکتر رحمان داد. شما هم سوالای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به پیامگیر تلگرام BBC @BBC شما بفرستید.